سلام به همه شما نیکوتاکی های عزیز. امروز میخواییم Part D Language Functions، این بخش از کنکور زبان تخصصی تیر ماه 1402 رو با هم کار کنیم. خب بریم دیالوگمون رو شروع بکنیم. Hey there, it's been since we've seen each other. How have you been? خب یه سلامی میکنه و بعد با توجه به جمله و با گزینه هایی که ما در برای 41 میبینیم میخواد بگه خیلی وقت که هم دیگر رو ندیدیم، حالت چطوره؟ گزینه های ما به این ترتیب هستن. شماره یک eras. کلمه era به یک برهه زمانی طولانی میگن. منظور نه طولانی یه ماه، سه ماه، ده سال تو زندگی شخصی یه نفر. وقتی داریم از برهه های تاریخی صحبت میکنیم و مثلا میگیم the era when the Roman Empire ruled a vast territory. ولی اینجا ایرا کلمه صحیح نیست، یعنی اصطلاحی که ما اینجا لازم داریم با ایرا ساخته نمیشه. پس ببینید، بحث این نیست که معنی کلمه به اینجا نمیخوره. چرا؟ معنیش اتفاقا میخوره، ولی ایرا کلمه ای نیست که ما اینجا استفاده میکنیم. ببینید بچه ها، تو این بخش language functions کلن ما با EDM خیلی سر و کار داریم. اصطلاحات بعضی وقتا با یک سری منطق ها نمیخونه. یعنی چی؟ نمیگم بی منطقه، ولی شما گزینه ها رو نگاه میکنی، شماره 41 میگی خب همه اینا دارن سالهای طولانی، زمان طولانی رو نشون میدن، چرا اینو انتخاب نکنیم و اونو انتخاب کنیم؟ در بحث ایریمز باید قبول کرد که یک چیزی دیگه در اون زبان اونجوری جا افتاده. پس بحث حفظ کردن اون ایدیم و بدون تغییر به کار بردنش خیلی مهمه. گزینه دوم ages هست. age هم مثل ایرا وقتی در از برهه های تاریخی، جغرافیایی که نه، منظورم مثلا باستان شناسی به خصوص صحبت میکنیم، از age به مفهوم عصر استفاده میکنیم. مثلا عصر حجر میشه the stone age، عصر یخبندان میشه the ice age. پس هم به تاریخ مربوطه هم به باستان شناسی، و این گزینه صحیح ما اینجاست. یعنی در واقع میخواد بگه مدت زمان زیادیه، اعصار مختلفی گذشته مثلا که ما همدیگر رو ندیدیم. گزینه بعدی long times که خب معنیش مشخصه و جواب صحیح نیست، و such years هم که جواب نیست. در مورد such این رو بدونید که مفهوم چنین یا چنان رو میده. مثلا میخواییم بگیم من همیشه از چنین ماشین هایی خوشم میومده. I have always loved such cars. نکته دیگه که در این جمله وجود داره کلمه since. ببینید در مورد since خیلی دقت کنین دوستان عزیز. since مترادف from نیست. چرا؟ شما هرگاه که با from یک بازه زمانی رو معرفی می کنید، باید پایان اون بازه رو هم با to یا با until یا کلمات مشابه بیان کنید. یعنی شما نمیتونید بگید که I have been teaching English from مثلا 2000. این جمله ناقصه. حتما باید بگید از 2000 تا کی. حالا اون تا کی میتونه سالی در گذشته باشه و میتونه تا الان باشه. I've been teaching English from 2000 up to now, until now. یا from 2000، البته دیگه چون با I have been ماضی نقلی گفتم حتما باید به الان مرتبط باشه، ولی فرض کنین گذشته ساده گفته باشم. I taught English from 2000 to 2011 مثلا. اما since مفهوم تا الان رو در دل خودش داره. به عبارت دیگه since رو ترجمه میکنیم از جای خالی تا الان. این تا الان همیشه با سینس هست. برای همینه شما در هیچ منبع معتبری سینس رو در کنار تو یا آنتیل نمیبینید، و به همین خاطر با ماضی نقلی خیلی جفت میشه، چون که هم ماضی نقلی هم سینس در این معنا به مفهوم شروع کاری از گذشته و ادامه یافتنش تا حال هستن. به هر حال نکته گرامری مهمی بود که خواستم براتون توضیح بدم. ادامه دیالوگ. Hey, I'm doing great, thanks. I've been really busy with work, but I'm making the most of it. How about you? خب اینم میگه Hey, سلام خودمونی. I'm doing great. خیلی خوبم، مرسی. خیلی با کار مشغول بودم اخیراً، چون ماضی نقلی داره به کار میبره. حواسمون هم هست که بعد busy حرف اضافه with رو میاره. I've been really busy with work.
دقت کنید. اما اگر بعد بیزی فعل ing دار می آورد دیگه ویس رو نباید بیاره. مثلا باید می گفت I've been really busy working. دیگه ویس نمیاد اینجا. But I'm making the most of it. این خودش ایدیم شاید یه جایی اصلا سوال بشه. یعنی اینکه وقتی می شما میگه I'm making the most of it یا I'm getting the most out of it، این یعنی اینکه دارم سعی میکنم خلاصه از شرایط نهایت استفاده رو ببرم. مثلا شما کار سخت دارید، درس سخت میخونید، خلاصه تو شرایط نامطلوب یا سختی هستید ولی تلاش میکنید بهترین رو از اون زمان داشته باشید. اینجا میگید I'm trying to make the most of it. How about you؟ تو چطور؟ Pretty good. I'm just trying to round a busy work schedule and find some time for myself. میگه خیلی ممنون پریتی، به معنی میگه خیلی خوب، میگه خیلی حالم خوبه. پریتی اینجا به مفهوم خیلیه. با توجه به جمله میتونیم حدس بزنیم که خب طرف داره میگه که من یک برنامه کاری خیلی فشرده دارم، a busy work schedule، و دارم تلاش میکنم که به هر حال یه جوری بتونم این برنامه رو مدیریت کنم، از این برنامه تداخل با زندگی من نداشته باشه و کارم رو درست انجام بدم و یه مقدار زمانم برای خودم پیدا کنم. بریم ببینیم کدوم یکی از گزینه ها صحیحه. گزینه اول میگه Find my way around a busy work schedule و این جواب صحیح ماست. ببینید Find your way around something، مثلا مثال حالا بهتون خواهم داد، یعنی اینکه تلاش بکنی و آشنا بشی با یک چیزی، با یک سیستمی، با یک وسیله‌ای. یعنی چی آشنا بشی؟ یعنی بتونی ماهر بشی تو انجام اون کار، بتونی ماهر بشی تو برخورد کردن با اون چیز. یه مثال بزنیم. I'm trying to، مثلا میگید I'm trying to find my way around my new job. شما یه شغل جدید پیدا کردید و دارید تلاش میکنید که این شغل جدید رو تو مشت خودتون بگیرید، مهارت لازم رو براش کسب کنید. این اصطلاح رو میگید. حالا وقتی که اون مهارت رو پیدا کردید در مورد شما دیگه find رو نمیگن، میگن he knows his way around his job، he knows his way around cars، یعنی در مورد ماشینا خیلی اطلاعات داره یا مثلا تعمیرکار خیلی خوبیه. و این گزینه صحیحه ماست. گزینه دو میگه have a lot on my plate. خب ترجمه کلمه به کلمه یعنی چی؟ خیلی زیاد روی بشقاب، البته باید ترجمه بشه توی بشقابم دارم، و این یعنی این که من خیلی سرم شلوغه. این یه اصطلاح به معنی این که خیلی سرم شلوغه، خیلی کار ریخته رو سرم، و قاعدتا اینجا معنی نمیده در جمله ما. شماره 3 میگه catch some rays. ری میدونید که به شهر ری ربطی نداره. ری میشه اشعه خورشید، درسته؟ یه دونه پرتوی اشعه خورشید رو میگن ری. حالا catch some rays ترجمه نمیشه تعدادی اشعه بگیرم، ولی میشه از این به معنیش نزدیک شد، یعنی آفتاب بگیرم. You catch some rays، یعنی بری دراز بکشی یه جا آفتاب بگیری. و آخری pull strings. pull به معنی کشیدن، strings به معنی نخها. نخو میگن، یه کلمه برای نخ در کنار thread string. pull strings یعنی پارتی بازی کردن. I noticed that I couldn't get the job, so I pulled some strings and finally I managed to get it. میگه نمیتونستم اون شغل رو به دست بیارم، یه خورده پارتی بازی کردم و اون شغل رو به دست آوردم. در ادامه میگه It's hard to juggle everything but I'm managing. ببینید کلمه جاگل رو روش صحبت کنیم. کلمه جاگل، این تردستا رو دیدین مثلا تو سیرک، یعنی که الان تو خیابون نمایش اجرا میکنن، 3 تا 4 تا 5 تا توپو میگیرن به تو دستاشون، اینجوری میندازن بالا و هی میگیرن، میندازن بالا و میگیرن. اینا دارن جاگل میکنن و به اینا میگیم جاگلر، درسته؟ حالا اینجا چه ربطی داره؟ وقتی که شما با یه دست 2 هندونه برمیداری، شما با 2 تا دست 3 تا هندونه برمیداری، شما تعداد مختلفی کار رو میخوایی با هم انجام بدی جوری که بهت فشار میاره، میگی که I'm juggling everything. I'm juggling housework, my job, and
my kids، یعنی به این ستا دارم رسیدگی میکنم و با کلمه جاگل داره میگه که کار راحتی نیست. ایشون هم داره میگه خب خیلی سخته که این چند همه چی رو بخوام با هم دیگه یه جا انجام بدم، بارم منیجینگ، ولی دارم از پسش برمیام. کلمه منیج به معنی مدیریت کردن نیست اینجا، منیج در یک معنای رایجش به معنی توانستن، قادر بودن به انجام کاری و موفق شدن در انجام کاری. مثلا شما میگی که If I study regularly during the year, I don't have to study hard before the exam. So I prefer to study constantly, but regularly, and constantly and regularly, and that way I'm sure I can manage to pass all my exams. پس بعد منیج میتونیم فعل رو با تو بیاریم. یعنی یا تنها میاری، یعنی از پسش برمیام، یا میگی از پس چی برمیاد. This way you can manage to pass all your exams. یاد اون دیالوگ ایلای والاک میفتم رو به کلینت ایستوود در فیلم بی نظیر خوب بد زشت، که میبرتش کلینت ایستوود رو توی بیابون، حالا داستانش مفصله، میخواد یه انتقامی ازش بگیره، اسلحه‌هاشو میگیره، اسبشو میگیره، کلاهش هم میزنه، بعد بهش میگه که میخواد بگه تو باید پیاده بری. It is a long way my friend. Very long. And you have to try hard. If you try hard, you can manage it. But if you don't, you will die very, very slowly, my friend. با اون لحچه مکسیکیش اونجا منیجر در این معنا به کار میبره. در ادامه میگه What have you been up to lately? اینم خودش اصطلاحه، یعنی اخیراً چه خبرها، چی کارا میکنی، چه کاره ای، تعریف کن ببینیم. در جواب میگه Oh, you know. او ببخشید، بله بله، فکر کردم گزینه رو تموم نکردم، ولی چرا تموم شد؟ عذر میخوام. Oh, you know, the usual. Just trying to stay and keep a positive outlook. How about you? میگه خب میدونی دیگه، همون طبق معمول و دارم تلاش میکنم که جای خالی یه جوری خاصی بمونم باشم، and keep a positive outlook، و یه نگاه مثبتی به هر حال به همه چی داشته باشم دیگه. تو چطور؟ خب پس جمله قاعدتا باید جوری کامل بشه که مفهوم مثبتی به ما بده اصطلاح شماره 43، چون که در کنارش میگه and keep a positive outlook. keep a positive outlook مثبته، با and هم به قبلی وضع شده، پس این هم باید مثبت باشه. گزینه اول میگه onto things، stay onto things. ما همچین اصطلاحی نداریم، stay onto things. یه اصطلاح داریم مثلا we are onto something. I think we are onto something. یعنی فکر کنم داریم موفق میشیم، فکر کنم داریم به جاهای خوبی میرسیم. که خب اون این نیست و این اینجا بی ربطه. گزینه دوم میگه a straight face. خب ترجمه نمیشه یک صورت مستقیم. عبارت a straight face معمولا با کلمه keep میاد. To keep a straight face یعنی خنده یا لبخندت رو کنترل کنی و صورتت کاملا جدی باشه، حالا به هر دلیلی که میخواد باشه، خندت گرفته، میخوای بخندی یا لبخند بزنی به هر دلیل، یا مجلس رسمیه یا نمیخوای مثلا کسی خندت رو ببینه یا میخوای جدی باشی، به هر دلیلی میگن The jokes were so funny we were all laughing like crazy, but Joe has always kept a straight face. ما همه داشتیم میمردیم از خنده، ولی جو همچنان قیافش، حالا هر ترجمه که میخواید بدید، اصلا جدی جدی بود. درسته؟ حالا خیلی حالت شدیدش میشه گفت برج زهرمار بود، ولی این به اون حد تند نیست معنی این عبارت. و قاعدتا اینجا معنی نمیده، اولا که با استی نمیاد و دوما که اگه کیپ هم بود آخه اینجا اصلا معنی نمیداد، ربطی نداره به کانتکست ما. گزینه سه هستش laughing it up. laughing it up یه اصطلاح خیلی خودمونیه، یعنی خیلی زیاد خندیدن. خب اولا که کاملا واضحه با استی معنی نمیده و دوما اگرم اینجا اصلا میشد گرامری به کار بود معنی نمیداد. قاعدتا آخریه درسته، اما معنیش چیه؟ On top of things. Stay on top of things. یعنی چی؟ کلمه به کلمه روی چیزها بایستم. خب از همین میتونین تصویر سازی کنین، معنیشو کشف کنین. یعنی میخواد بگه همه چی در کنترلم باشه. خیال کنید شما رفتید بالای مشکلاتتون، مسائلتون، شغلتون، وظایفتون، مسئولیتاتون ایستادید. یعنی کنترل و احاطه بهش دارید. پس if you have to juggle several jobs together, several tasks together, if you
try to be disciplined and pay attention to every detail, I promise you, you can stay on top of things. پس اگه چند تا کار رو باید با هم انجام بدی، اگه دقت داشته باشی و حواست به همه چی باشه، میتونی که احاطه داشته باشی به همه چیز. و این گزینه صحیح ماست، شماره 4. بریم دیالوگ بعدی. Hey, how's it going? سلام، چه خبر؟ حالت چطوره؟ Pretty good, I'm just trying to... All the stuff I need to do today. میگه خیلی خوب، ممنون. حالا ممنون که نگفته. I'm just trying to... دارم سعی میکنم که جای خالی همه این چیزا رو که امروز لازمه انجام بدم. خب اصلا به گزینه هام نگاه نکنیم، قاعدتا میخواد بگی که مثلا دارم تلاش میکنم که خلاصه برسم به همه این چیزایی که باید امروز انجام بدم، انجام بدم همه چیزایی رو که امروز میخوام انجام بدم. حالا بریم گزینه ها رو ببینیم. Get down on. همچین اصطلاحی ما نداریم. ما اصطلاحی داریم به نام get down to. و اگر get down to اینجا بود، قاعدتا جواب درست میتونست باشه. چون وقتی شما get down to یک کاری میکنید، یعنی با عزم جزم و با عزم راسخ، عزمتون رو جزم میکنید و با عزم راسخ شروع به انجام اون کار میکنید. به عبارت دیگه، when you get down to something یا get down to doing something, you start to do it seriously and with a lot of efficiency and with a lot of effort. پس با جدیت کارتو شروع میکنی به انجام دادن. اون اگر بود میتونست جواب صحیح باشه. خب یک که نیست. بریم ببینیم دیگه چی داریم. Look up to. Look up to یعنی نگاه تحسین‌آمیز به کسی داشتن. شما تجسم کنید که سرتون رو بالا گرفتید، look up to، یک کسی بالاتر از شما وایساده و شما سرتون رو گرفتید به سمتون و میگین به 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 به. این تصویر رو تو ذهنتون داشته باشین، میشه look up to، نگاه تحسین آمیز به کسی داشتن، که متضادش هم میشه look down on، نگاه تحقیرآمیز به کسی داشتن. Look down on someone. و قاعدتا هیچ کدومشون اینجا درست نیستن. در مورد استاف هم یه نکته خدمتتون بگم دوستان. استاف به صورت غیر قابل شمارش به کار میره، یعنی همون خود استاف غیر قابل شمارش میشه چیزمیزا، کارمارا، چه یکی باشه چه ده تا باشه. و استاف مفرد میاد و فعل مفردم میگیره. شماره 3، make do with. ببینید، شما فرض کنید که برای انجام یک کاری، مثلا برای تعمیر ماشینتون، به یه سری ابزار نیاز دارید معمولا. حالا اون ابزار رو ندارید، فقط چند تا دونه پیشگوشتی و اینا دارید. به هر حال میگید دیگه باید با همینا بسازم دیگه، خلاصه همینا باید برام کفایت کنه، با همینا باید بتونم کارو در بیارم. برمیگردید میگید که Well, I don't have everything I need, so I have to make do with what I have. یعنی با همینایی که دارم باید make do کنم، یعنی از همینا باید استفاده کنم، چاره دیگه ای ندارم دیگه. درسته؟ شما مثلا فرض کنید یه جایی میخواهید برید، حالا ماشینتون، موتورتون خرابه و در دسترستون نیست. برمیگردید میگید We have to make do with the public transportation. دیگه باید بریم از حمل و نقل عمومی استفاده کنیم دیگه، بریم حالا یا مترو یا اتوبوسی دیگه. و میبینیم که اینجا معنی نمیده. I'm just trying to make do with all this stuff I need to do today. نمیتونه معنی درستی بده، با این معنی جور در نمیاد. و شماره 4، put myself across. put myself across یعنی منظور خودم رو بفهمونم به کسی. As a teacher I need to be very efficient and very careful because I should always put myself across to my students یا put my ideas across to my students. و قاعدتا اینم اینجا درست نیست. دوستان من نمیدونم جواب صحیح اینجا چیه. به نظر من این ایراد داره این تست. من معنی تک تک این اصطلاحا رو خدمتتون گفتم، خودتون هم میتونین تحقیق کنین. و من واقعا موندم این جواب نداره. من فکر میکنم در شماره 1 اشتباهی شده و باید get down to بوده. حالا شما نظراتتون رو به هر حال توی کامنت بنویسید، هر حرفی دارید، سخنی دارید. و همینجا هم باز بگم ممنون میشم بابت لایک هاتون، کامنت هاتون، حمایتی که از ما میکنید، ویدیوها رو به اشتراک بذارید و کمک کنید که کانال نیکوتا که کانال خود شماست بیشتر و بهتر دیده بشه. ممنونم. به هر حال من فکر میکنم که سوال 44 ایراد داره و جای تأسفه به هر حال، ولی چیز تازه‌ای نیست. Oh wow, sounds like you have your hands full.
ببینید این جمله رو دقت کنید، میگه به نظر میاد که خیلی سرت شلوغه. You have your hands full. در واقع داره میگه دستات پرن، یعنی سرت شلوغه. و این داره تایید میکنه اون توضیح ما رو که در جمله قبل طرف خیلی کار باید انجام بده. پس قاعدتا باید اصطلاح میشد get down to all this stuff. و من همچنان اعتقاد دارم سال 44 ایراد جدی داره. What kinds of things are you working on? خب چجور کارهایی داری انجام میدی؟ اینجا میبینیم که روی چیزی کار کردن، مثل فارسی اونا میگن working on something. ایشون در جواب میگه just the usual nuts and really. خب گزینه ها رو یکی نگاه کنیم. Nuts and nails. ببینید کلمه ی nuts، شما خیلیاتون میدونید که ناتس به معنی مثلا آجیل و این فندق و پسته و این چیزا رو میگن ناتس، یعنی مفردش نات، جمعش ناتسه که تقریبا همیشه جمع میاد. یه معنی دیگه این ناتس که بسیار خودمونی دیوانه است. Are you nuts؟ دیوانه یا آخه این چه کاری بود تو کردی؟ یه معنی دیگه هم داره که حالا یه مقدار از ادب به دوره، در اسلنگ به کار میره، اینجا اونو مطرح نمی کنیم. ولی نات به عنوان کلمه یه اسم قابل شمارش به معنی مهره هست، نه مهره شطرنج، نه مهره سیاسی و مهره نمیدونم چی. و همین مهره که تو مکانیکی، حالا بعضیاتون ممکنه شاید خانوما مثلا بیشتر آشنا نباشن، پیچو که میدونید دیگه، ما پیچو که یه جا میبندیم از اون سر پیچ یه چیز گردیه که داخلش رزوه داره. رزوه یعنی اون تراشه‌ای که به روی پیچ دادن که بتونه اونجوری سر بخوره بره تو، مثل در واقع حضلولیه، و نات داخلش به اون میگن مهره. این معنی ناتس. البته ما اینجا با یه ایریم سر کار داریم، ولی اول میخوام معنیش رو بفهمید. گزینه یک نیلز، هم میشه ناخونها هم میشه میخا. گزینه دو میشه بولت. بولت هم یه چیزی شبیه پیچه که اتفاقا هر بولتی معمولا یه ناتی هم روش میخوره. شماره یه سه آمنز میشه بادام ها، یعنی اینجا اومده ما رو برده به اون سمتی که اون یکی معنی ناتس رو ببینیم. یعنی مثلا در شماره یک و دو آدم یاد معنی مکانیکی ناتس میفته، در شماره سه آدم یاد معنی خوراکی ناتس میفته. و شماره چهار میشه پیتس. پیت به معنی چاله هست، پیت به عنوان فعل هم معانی داره و دیگه در ارتباط با خوراکی ها و میوه ها به این هسته های معمولا بزرگ میوه ها میگن. مثلا هسته ای مثل فرض کنید هلو، اونو میگن بهش پیت. و در بحث مکانیکی هم دیدید دیگه، مکانیکی میرید یه گودالی تو اون زمینش کنده شده که ماشینتون رو روش نگه میدارید، به اون چال میگن. و این هم معانی مختلف پیت. اما اصطلاح ما کدومه؟ ناتس اند بولتس، یعنی گزینه دو. حالا ناتس اند بولتس چی ترجمه میشه؟ یعنی اون کارهای ابتدایی، شاید بعضی وقتا بشه گفت خرده کاری ها. ولی مثلا هر کار بزرگی رو شما میخواین انجام بدین، یه سری کارهای ابتدایی که اون اول باید انجام بدید، زمینه سازی بکنید و میگین I'm just doing the nuts and bolts of فلان کار. و این جواب درست ماست اینجا. در ادامه میگه trying to get everything in order before the deadline. میگه دارم تلاش میکنم که همه چی رو مرتب و منظم کنم، get everything in order before the deadline، قبل از اون مهلت پایانی که دارم. و خط آخر that makes sense. آره منطقیه. خب دیگه منطقیه. make sense بچه ها اصطلاح جالبیه. make sense هم میشه این که بگیم یک چیزی منطقیه و معنی میده، معنی داره، معنا داره، هم به این معنی که شما معنیشو درک میکنید. بیایید در یه مثال نشونتون بدم. شما شروع میکنی یه حرفی برای من میزنید، یه توضیحی، یه ادعایی ارائه میدید، من به شما میگم که what you're saying doesn't make sense. چیزی که تو داری میگی make sense نمی کنه برای من، منطقی نیست، نمی فهمم حرف تو. هم میتونی بگی I don't یا I can't make sense of what you're saying، یعنی من سردر نمیارم این چیزی که تو میگی. پس هم میشه گفت که چیزی که تو میگی معنی و مفهوم نداره، یا من معنیشو نمی فهمم تو چی داری میگی. این هم اصطلاح بسیار رایجیه.
Well, good luck with that. حالا البته اینم بهتون بگم، اینجا به معنی معنیشو میفهمم نیست، اینجا یعنی خب منطقیه، چیزی که شما میگی make sense میکنه، منطقیه، با منطق جور در میاد. Well, good luck with that. خب good luck یعنی موفق باشی، with that هم یعنی اینکه تو این کارت موفق باشی. مثلا ما ایرانی ها میگیم good luck in that، یعنی در این کار، اونا میگن with that. Let me know if there is anything I can help with. Let me know هم یعنی همون tell me، فرمالش inform me، مرا مطلع کن. اینجا مثلا میتونیم ترجمه کنیم بهم بگو، اگه کاری بود که من میتونستم بهت در اون کمک بکنم بهم بگو. دوستان امیدوارم از ویدیو استفاده کرده باشید، لطفاً شیر، سابسکرایب، کامنت و لایک فراموش نشه. از همتون ممنونم، تا ویدیوی بعدی.